سرخط مهمترین خبرهای امروز. انفجار در جنوب غرب فرانسه دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. یک نماینده پیشین مجلس میگویند طالبان 6 عضو خانواده را در کاپیسا کشتند. امروز 3000 تن از نیروهای تازه نفس جبهه مقاومت ملی وارد پنجشیر شده است. مقامات پاکستان میگوید هند اجازه دارد که محموله های گندم را از خاک پاکستان به افغانستان برساند. رئیس جمهور اوکراین میگوید فردا روز تهاجم روسیه بر کشور ما خواهد بود. وزیر دفاع طالبان میگوید اجازه حصارکشی در خط دیورند را نداده ایم. تهدید جدی آمریکا، طالبان مجبور هستیم که در پالیسی ما در برابر واشنگتن تجدید نظر کنیم. آغاز مذاکرات میان کابل و اتحادیه اروپا در قطر. معترضان به تصمیم بایدن میگوید آمریکا باید غرامت و ویرانی افغانستان را بدهد. تاجیکستان میگوید 1.5 میلیون کیلووات برق در ساعت به افغانستان صادر میکند. طالبان میگوید ما خواستار تعامل با روسیه هستیم، هیچ شرایطی برای بی‌رسمیت شناخته شدن نداریم. سپنتا از افغانها عذرخواهی کرد. بازداشت جواد جعفری افسر وزارت دفاع حکومت پیشین توسط نیروهای گروه طالبان. نصب پرچم طالبان در پاریس. و کمیته بین‌المللی نجات میگوید قحطی میتونن بیشتر از جنگ 20 ساله از مردم افغانستان قربانی بگیرد. سلام، شما بیننده و شنونده خبرهای این ساعت با من ناس حسنیار از فراخبر هستین. برای آگاه شدن از تازه ترین اخبار افغانستان و جهان فراخبر را دنبال کنید. مشروع خبرها. حبیب الرحمن افغان نماینده پیشین مجلس افغانستان میگوید که طالبان در مرکز ولایت کاپیسا به موتر اعضای خانواده او حمله کردند که در اثر آن 6 نفر کشته و 1 نفر زخمی شده است. امرالله صالح در واکنش به این رویداد میگوید که طالبان روی حفیظ الله امین را در جنایات و کشتار سفید کردند. حبیب الرحمن افغان در یادداشت در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این حادثه 2 روز پیش در مرکز ولایت کاپیسا رخ داده است. او به طالبان هشدار داده است که انتقام خون اعضای خانواده خود را خواهد گرفت. با این حال مقام‌های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. اما امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این خبر تاکید کرده است که صف مقاومت علیه طالبان باید مستحکم‌تر شود. او افزوده است که این گروه شکست خواهد خورد. رئیس جمهور اوکراین فردا چهارشنبه 16 فوریه را که برخی رسانه‌های غربی احتمال دادند که روسیه در این روز به اوکراین حمله می‌کند را روز همبستگی ملی اعلام کرد. او در یک پیام توییتری خطاب به ملتش گفت که به ما گفته شده که 16 سپتامبر روز حمله می‌باشد. این روز را به روز همبستگی ملی مبدل می‌کنیم. ما هدف وقت امضا شده. امروز بعد از ظهر پرچممان را بر روبان‌های زرد و آبی با اهتزاز در می‌آوریم تا اتحادمان را به جهانیان نشان دهیم. آقای زلنسکی افزود که اوکراین خواستار دوباره مناطق دوبانس و کریمه بوده و از طریق گفتگو و دیپلماسی همه مسائل را حل خواهد کرد. آقای زلنسکی با اشاره به تاریخ و لحاق کریمه بر روسیه گفت که ارتش اوکراین اکنون بیش از هر وقت دیگر آماده و سربازان اوکراینی مهارت مهم نبرد را فرا گرفتند. او تأکید کرد که با آرمان کشته شدگان جنگ اوکراین خیانت نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی به صورت رسمی این موضوع را که روسیه روز چهارشنبه به اوکراین حمله می‌کند را تایید نمی‌کنند، اما گفتند که ممکن است روسیه به هر لحظه به اوکراین حمله کند. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان بدون اشاره به تنش‌های اخیر مرزی با پاکستان می‌گویند که طالبان اجازه حصارکشی در خط دیورند مرز میان افغانستان و پاکستان را نداده است. پیش از این ارتش پاکستان اعلام کرد که در آینده نزدیک حصارکشی در مرز 2600 کیلومتری با افغانستان را تکمیل می‌کند. ماه گذشته مقام‌های طالبان مدعی شد که در ولایت نیمروز از نصب حصار و ایجاد یک پایگاه مرزی توسط نیروهای پاکستان در داخل خاک افغانستان جلوگیری کردند. ملا یعقوب در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که تحت نظر این گروه فعالیت می‌کند، اختلافات در سطح رهبری طالبان را رد کرده و گفت که آنها یک رهبر دارند و از او اطاعت می‌کنند.
و تاکید کرد که اداره طالبان مشغول ایجاد ارتش 110 هزار نفری است. اخیراً منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به 3 شاخه تقسیم شدند. شاخه اول شامل افرادی است که در روند صلح با آمریکا شرکت داشتند و تحت رهبری ملا برادر هستند. شاخه دوم نظامی و به رهبری ملا یعقوب فرزند ملا عمر است و شاخه سوم شبکه حقانی است که رهبری آن با سراج الدین حقانی است. وزیر دفاع طالبان در این مصاحبه مدعی شد که در حکومت موقت طالبان تمامی اقوام افغانستان حضور دارند و افزود اگر هدف جامعه جهانی از حکومت همشمول ورود چهره های ناکام حکومت پیشین باشد، از سوی طالبان پذیرفتنی نیست. وزارت امور خارجه اعلام کرده است که گفتگوها میان هیئت افغانستان و اتحاد اروپا در قطر آغاز شده است. این گفتگوها امروز سه‌شنبه 26 ژوئن و میان هیئت‌های دو طرف آغاز شده است. طبق اعلام قبلی قرار است روی موضوعات مختلف از جمله سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک کشورها در کابل بحث شود. هیئت حکومت سرپرست طالبان روز گذشته با اتحادیه علمای قطر دیدار و گفتگو کردند. شماری از شهروندان در شهر کابل به تصمیم اخیر بایدن برای کسر دارایی‌های افغانستان اعتراض کرده و می‌گویند که حملات 11 سپتامبر ربطی به مردم افغانستان ندارند. معترضان همچنان خواستار پرداخت غرامت و قربانیان جنگ افغانستان از سوی آمریکا هستند. معترضان در یک از شعارهایشان نوشتند که بایدن دشمنی را با مردم افغانستان بس کن. محمد عمر آسوزاده رئیس هلدینگ انرژی تاجیکستان گفته است که این کشور در نظر دارد امسال 1.5 میلیون کیلووات برق در ساعت به افغانستان صادر کند. رسانه های تاجیکستانی امروز سه‌شنبه 26 ژوئن و گزارش دادند که این امر در قراردادی که با شرکت برشنا در دسامبر 2021 در تاشکند امضا شده بود تصریح شده است. بر اساس گزارش در رسانه های تاجیکستانی، این کشور از هر کیلووات برق صادراتی به افغانستان 4.67 سنت دریافت خواهد کرد. گفته می شود که شرکت برشنا از اول جنوری 33 میلیون دلار از بابت برق صادراتی به تاجیکستان بدهکار بود، اما این شرکت در ماه جنوری 2 میلیون دلار و در فوریه 4 میلیون دلار از بدهی هایش به جانب تاجیکستان پرداخته است. افغانستان با داشتن منابع آبی هنوز متکی به برق وارداتی از کشورهای همسایه است. در اعلامیه که امروز نشر شده آمده است که این کار در مخالفت با توافقنامه آمریکا و طالبان قرار دارد. در اعلامیه ذکر شده که رویداد 11 سپتامبر هیچ ربطی به افغانان ندارند و تصرف دارایی مردم افغانستان به بهانه گرفتن این رویداد تجاوز و ظلم آشکار دانسته می شود. در این اعلامیه طالبان آمده است که بایدن باید از این تصمیم خود منصرف شده و دارایی افغانان را بدون قید و شرط آزاد سازد و دیگر از چنین اعمال تحریک کننده خودداری کنند که سبب بی‌اعتمادی بیشتر بین هر دو طرف می‌گردد. در اعلامیه هشدار داده شده که اگر آمریکا از موقف خود منصرف نشود و با کارهای تحریک کننده هنوز دوام بدهد، امارت اسلامی هم ناگزیر می‌شود بر پالیسی خود در مورد آن کشور بازنگری کند. وزیر خارجه و مشاور امنیتی ملی سابق افغانستان بابت توصیف آمریکا به عنوان یک متحد افغانستان در زمان ماموریت در پست‌های مختلف اکنون از مردم این کشور عذرخواهی و طلب بخشش کرد. اسپنتا در توییت نوشته است که آمریکا با تصرف و انزخایر بار دیگر مردم افغانستان را مجازات می‌کند. و تصریح کرده است که بایدن هرگز با افغانستان دوست نبوده و اکنون افغان‌ها مجبور هستند تاوان سیاست‌های نادرست آمریکا را بپردازد. اسپنتا با اشاره به تاریخ افغانستان گفته است که دولت آمریکا در گذشته به نفع رادیکال ترین رادیکال ها در افغانستان تبلیغ کرده و آنان را در جنگ سرد علیه اتحادیه جماهیر شوروی تقویت کرد و پس از آن دست پاکستان را در این کشور باز کرد و با پول های غرب بر مقاومت این کشور تسلط یافت و طالبان را ابراز هژمونی خود در افغانستان ساخت و اضافه کرده است که اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز حمایت گسترده آمریکا را با خود داشت. نصب پرچم طالبان در پاریس. در یک ویدیوی که سوی پلیس نشر شده نشان می‌دهند که پلیس فرانسه کسی را که در پاریس پرچم طالبان را بر موترش نصب کرده متوقف می‌کند.
سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان میگویند که افغانستان انتظار دارد همکاری با روسیه را گسترش دهد، در حالی که کابل و مسکو در مورد شرایط برسمی شناختن دولت جدید افغانستان هنوز گفتگو نکردند. متقی می‌افزاید که نه دولت روسیه و نه هم دولت ما هنوز هیچ شرایطی برای برسمی شناخته شدن نگذاشته ایم، اما روابط خوبی داریم. سفارت روسیه در کابل و همچنان سفارت افغانستان در مسکو فعال است. هیچ شرایط خاصی وجود ندارد. امیدوارم که این تعامل ادامه پیدا کند. به اساس گفته‌های خانواده جعفری، بازداشت جواد جعفری افسر وزارت دفاع حکومت پیشین توسط نیروهای گروه طالبان ساعت 8 شب صورت گرفت. دو موتر حامل افراد گروه طالبان وارد منطقه آسیابی بینی در غرب کابل شده که تعدادشان به 5 نفر بودند، وارد خانه محمد جواد جعفری کرده و پس از تهدید و لدعقوب وی را با خودشان بردند. خانواده جعفری از آن زمان تا کنون به آدرس‌های مختلف امارت اسلامی مراجعه کردند، اما هیچ ارگان پاسخ ندادند. به اساس گزارش یک منبع، امروز 3000 تن از نیروهای تازه نفس جبهه مقاومت ملی وارد پنجشیر شده است و آمادگی ها به خاطر عملیات در اوایل بهار جریان دارد. در پی انفجار و آتش سوزی در ساختمان در جنوب غرب فرانسه دست کم 7 تن جان باختند. دو کودک از جمله یک نوزاد در میان قربانیان رویداد هستند. هنوز علت این انفجار معلوم نیست، اما مقامات حکومت فرانسه گفتند که احتمال دارند مشکل فنی سیلندرهای گاز باعث وقوع انفجار و آتش سوزی شده باشد. اداره آتش نشانی اعلام کرده است که انفجار حدود ساعت 1:30 بامداد روز دوشنبه 25 مدل و در قلب سن لوران در جنوب غرب فرانسه رخ داده است. مقامات دولتی فرانسه گفتند که جستجو برای پیدا کردن دست کم دو فرد که مفقود شدند ادامه دارد. بس توجه و همراهیتان جهان سپاس. شما بیننده و شنونده خبرهای این ساعت از فراخبر بودین.